66 میلیون سال پیش سیارکی به بزرگی قله اورست در مسیر برخورد مرگباری با زمین قرار گرفت. این ضربه به قدر ویرانگر بود که غول‌پیکرترین و کشنده ترین خزندگانی رو که تا به حال در سیاره ما پرسه می زدن رو از بین برد. اما دایناسورها فقط از یک انفجار بزرگ نمردن. اونها با مرگ و پایانی آهسته و دردناک روبرو شدن. چطوری این اتفاق منقرض کننده باعث بزرگترین سونامی شد که تا به حال زمین به خودش دیده؟ بعد از بین رفتن خزندگان بزرگ دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ امروز در کانال اطلس من شما رو به حماسی ترین و مرگبارترین سفر زندگیتون میبرم. این شهاب سنگ که پایان دهنده حیات دایناسور هاست بسیار وحشتناک بود. قطر اون چیزی در حدود 10 کیلومتر بود و با سرعت باور نکردنی در بین 10 تا 30 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکرد. در این مرحله از سفر ما اون یک گلوله آتشین بسیار داغه. همونطور که در جو ما راه خودش رو به سوی سطح زمین باز میکنه، هوای جلوی اون فشرده میشه و تا دمای غیرقابل تصوری داغ میشه. درست قبل از برخورد سطح سیارک میتونست به اندازه سطح خورشید داغ شده باشه. هنگامی که وارد جو ما شد تنها چند ثانیه طول کشید تا این سنگ فضایی عظیم به سطح زمین برسه و مسیر زندگی دایناسورها و حیات رو برای همیشه تغییر بده. هنگامی که این سیارک در قسمتی از سواحل جایی که امروز مکزیک در اون قرار داره به زمین برخورد کرد، مقادیر زیادی گرد و غبار رو به هوا فرستاد. موج این انفجار سهمگین هر موجود زنده‌ای که در سر راهش بود رو نابود کرد. و اگه فکر میکنید بعد از این موج همه چی شروع به آروم شدن میکنه، باید بگم که این تازه ابتدای سفر ترسناک ماست. 66 میلیون سال پیش زمین روزهای سختی رو پشت سر میذاشت. در حال حاضر سیاره ما فقط با یک سیارک غول پیکر روبرو نیست، بلکه ما با بحرانهای زیست محیطی شدیدتری که حاصل برخورد سیارک ها هستن روبرو شدیم. این انفجار قدرتمند تکه هایی از زمین رو به جو پرتاب کرد و درست در دقایقی بعد این قطعات داغ شیشه و سنگ دوباره شروع به باریدن کردند. برخی از این گرد و خاک ها با جو واکنش نشون دادن و باعث باران های اسیدی شدند که سالها ادامه داشت. آتش سوزان ناشی از این برخورد ویرانگر مثل یک آتش سوزی واقعی در سر تا سر این قاره گسترش پیدا کرد و در سر راهش زندگی های بسیاری رو از بین برد. بعد از این اتفاق درست زمانی که فکر میکردید این اتفاق آخر و زمانی نمیتونه شدیدتر بشه، بسیار قدرتمندتر شد. سیارکی که به زمین برخورد کرد به قدری قوی بود که امواج مهیبی رو در سیاره ایجاد کرد. تمام اون انرژی باید از یه طریقی تخلیه میشد. یک سونامی بزرگ. دیوار بزرگی از آب به ارتفاع بیش از 10 متر در سرتاسر اقیانوس به حرکت در اومده بود. این یک سونامی معمولی نبود. این موج حیرت آور 30,000 برابر قدرتمندتر از هر سونامی بود که تا الان بشریت به خودش دیده. همونطور که این موج بزرگ در سرتاسر اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس آرام جنوبی گسترش پیدا می‌کرد، موجوداتی که در قسمت ساحلی بودند هیچ شانسی برای زندگی نداشتند. موج با چنان قدرتی برخورد کرد که قاره رو بیرون کرد و اون رو تغییر شکل داد. اگر ما در این لحظه در اونجا بودیم و میخواستیم شاهد این رویداد آخر و زمانی باشیم، قطعاً از اونجا جون سالم به در نمی بردیم. اما برخی از دایناسورها زنده موندن. اونهایی که از منطقه برخورد دورتر بودن بلافاصله در اثر ضربه محو نشدن. اونها توسط جهنم حاصل از این برخورد مرگبار سوزانده نشدن و موفق شدن از مرگ ناشی از غرق شدن در سونامی بزرگ جلوگیری کنن. اما با این حال سرنوشت اونها از قبل نوشته شده بود. وقتی که گرد و غبار شروع به پایین اومدن کرد، یک زمستان هسته‌ای شروع شده بود. با وجود اینکه هیچ سلاح هسته‌ای در کار نبود که باعث این اتفاق بشه، اما تأثیرش با یه انفجار هسته‌ای یکسان بود. حجم انبوه گرد و غبار موجود در هوا برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها جلوی نور خورشید رو گرفته بود. زمین به طور ناگهانی به مکانی سرد و تاریک تبدیل شد. دایناسورها برای این اتفاق آماده نبودند. با کاهش شدید دما و انتشار مقادیر زیادی گاز گلخانه‌ای
طبیعی که توسط آتش سوزی به وجود اومده بود، آب و هوا به طرز چشمگیری تغییر کرد. گیاهان قادر به انجام فتوسنتز نبودند و بیشتر اونها شروع به از بین رفتن کردند. این امر زنجیره غذایی رو مختل کرد و بسیاری از حیوانات رو که از انفجار بزرگ جون سالم به در برده بودند، دچار گرسنگی شدید کرد. امیدوارم که باران‌های اسیدی رو به خاطر داشته باشید. این باران چندین سال طول کشید و باعث تخریب بیشتر اکوسیستم‌ها شد. اقیانوس‌ها برای زندگی دریایی بیش از حد اسیدی شده بودند. بیشتر گونه‌های اقیانوسی زمان لازم برای سازگاری با چنین تغییر شدیدی رو نداشتند. این شرایط سخت و طولانی همراه با انفجار اولیه حدود 75% از حیات زمین رو به سمت انقراض سوق داد. البته خبر خوب اینه که این قضیه شامل تیرکس‌های وحشی هم شد. به همون اندازه که من برای این شکارچی وحشی احساس بدی دارم، خوشحالم که تیرکس ها امروزه در کنار ما نیستن. وقتی که آخرین دایناسورها آخرین نفسهای خودشون رو کشیدن، زمین به مکان خالی و ویرانه‌ای تبدیل شد. سرد و اسیدی. اما کی اوضاع به حالت عادی برگشت؟ موضوع دقیقاً اینجاست. اوضاع هیچ وقت به حالت عادی برنگشت. به هر حال دوره دایناسورها دوره عادی نیست. زمین بعد از اون بازسازی نشد، چون که یک زمین جدید به وجود اومد. هزاران سال بعد سیاره در حال بهبودی از زمستان هسته‌ای بعد از آخرالزمان بود. هوا هنوز سرد بود و غذا هم بسیار کم، اما زمین برای بازگشت زندگی آماده بود. در این دنیای وحشی چندین جانور کوچیک پشمالو در حال دویدن به این طرف و اون طرف بودند. همینطور اولین گیاهانی که پس از برخورد شهاب‌سنگ دوباره ظاهر شدند، سرخس‌ها بودند. اونها واقعا بعد از فاجعه به خوبی به زندگی خودشون برگشتند. چیزی در حدود 100 هزار سال بعد زمین کمی سرزنده‌تر و شادابتر شد. موجوداتی به اندازه راکون در حال زندگی کردن و پیدا کردن جایگاهشون در قاره‌ها بودند. همچنین اقیانوس‌ها هم بار دیگه مملو از زندگی شدند. اجازه بدید یه خورده به جلوتر بریم. چیزی در حدود 10 میلیون سال. در این زمان زمین بالاخره تنوع زیستی خودش رو بازسازی کرده. اما زمین مثل قبل نبود. حالا دیگه عصر پستانداران بود. پس از نابودی دایناسورها، پستانداران در حال قدرت گرفتن بودند. پستانداران همراه با پرندگان و گیاهان گلدار در حال تصرف سیاره بودند. اما زمین هیچ وقت به زمین قبلی خودش برنگشت. پس از مرگ آخرین دایناسورها، میلیون‌ها سال طول کشید تا سیاره ما به روش جدیدی زندگی رو برگردونه. البته نه به صورت مسالمت آمیز. این دنیا هنوز خیلی وحشتناک بود. جانورانی مانند پاراسراتریوم داشت که در خشکی‌ها پرسه می‌زدن و مگالودون‌ها که در اقیانوس‌ها بسیار وحشتناک و بی‌رحمانه حکومت می‌کردند. این واقعا برای ما بهترین نعمته که این روزها این موجودات در اطراف ما نیستن. وقتی شما برای یه سفر تفریحی به دریا میرید، مطمئن باشید نمیخواید که با یک مگ روبرو بشید. حالا برای دقایقی بیاید سیاره خودمون رو بررسی کنیم. حتی بدون وجود مگهای تشنه به خون که مخفیانه در اطراف اقیانوس‌ها میگشتن، زمین امروزی و محیط‌های طبیعی اون با مشکلات زیادی روبرو هستن. اما هنوز بازی برای سیاره ما تموم نشده. انسان‌ها با فعالیت‌های خود سیاره مادر خودشون یعنی زمین رو به شدت در معرض خطر نابودی قرار دادن. از آلودگی هوا، آب تا افترا به تنوع زیستی و تخریب جنگل‌ها، تأثیرات منفی فعالیت‌های انسانی بر زمین بسیار گسترده بوده. به گفته محققان ادامه این روند ممکنه منجر به تغییرات آب و هوایی خطرناک و زندگی بر روی زمین رو بسیار غیر ممکن کنه. با توجه به این چالش‌ها، بحث درباره یافتن یک سیاره جدید برای زندگی انسان به مراتب دیتر شده. دانشمندان در دهه‌های اخیر به دنبال سیاراتی شبیه به زمین بودند. اگه می‌خواید یه سری از سیاراتی که دانشمندان کشفشون کردن رو ببینید، پیشنهاد می‌کنم روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون نمایش داده میشه کلیک کنید. راستی قبل رفتن یادتون نره لایک و سابسکرایب و کامنت بذارید.